از همه میایم بیرون و احساس شادابی و تندرستی میکنیم به این فکر میکنیم که تنها یک کار مونده که با انجام دادن اون بهداشت بدنمون رو تموم کنیم اون هم تمیز کردن گوش همونه. پس گوش باکون رو بر و وارد کانال گوشمون میکنیم و به اون نگاه میکنیم که زرد مایل به قهوه شده باید بهتون بگم این کار اصلا خوب نیست و میتونه شنواییمون رو دچار اختلال کنه. چون به طور طبیعی از جدار کانال گوش ماده به اسم واکس ترشح میشه این واکس ها دارای سه ویژگی هستند تلخ چستناکی و همچنین حاوی مواد ضد عفونی کننده هستند تلخی و چستناکی اون مانع ورود حشرات به درون گوش میشه مخصوصا موقع خواب و حاوی مواد ضد عفونی کننده است که گوش رو سالم نگه میداره به طور طبیعی این واکس ها در معرض هوای گوش قرار می گیرن و خشک میشن و در اثر دو مکانیسم طبیعی که صحبت کردن و حرف زدن به خارج از گوش هدایت میشن در دو تا مکانیزم کف کانال گوش دچار لرزش میشه و این واکس ها به بیرون هدایت میشن ولی چه اتفاقی میفته زمانی که شما گوش با کن رو وارد کانال گوش میکنید وقتی شما گوش باکن رو وارد کانال گوشتون میکنید این ترشحات رو به عقب و به پرده گوشتون نزدیک میکنید حتی از محلی که با لرزش این واکس ها به بیرون هدایت میشدن دورتر میکنید هر زمان که شما حمام میرید آبی که وارد گوشتون میشه جذب این واکس ها میشه در نتیجه شنیدن شما دچار اختلال میشه و چاره ای ندارید جز اینکه به پزشک مراجعه کنید اگه یه نگاهی به تاریخچه شستشوی گوش بندازید میبینید تقریبا با ورود گوش باکن ها همزبان بوده. باید بهتون میگم در علم پزشکی چیزی به عنوان گوش تولید نشده و از اون برای انتقال دارو به قسمت هایی از بدن استفاده میشده که با دست امکان پذیر نبوده. جایی نرید برمیگردیم.